بسم الله الرحمن الرحیم. معسترین عزیز، شما رو به جلسه سوم از مضمون ایسای زراعتی خوش آمدید میگویم و اجازه بدیم که در آغاز مروری بر درسهای گذشته داشته باشیم، به خاطر از اینکه خود شما میفهمید که مضمون ایسای زراعتی مضمونیه که حتما در هر جلسه باید که از آنچه که در جلسه قبل روی از روی بحث شده بود به طور بسیار گذرا و سطحی به اصطلاح یک تذکر باید داده بشه، یک یادآوری بشه، تا ای که ارتباط از با درس جدید در واقع مسجل بشه و شما بهتر بفهمید که به اصطلاح هدف از درس چی هست و چی چیزی قراره که برای شما مخونده بشه. اگر فراموش نکرده باشیم، در جلسه قبلی ما روش علمی تحقیق را بحث گرفته بودیم و گفته بودیم که روش علمی تحقیق به صورت اساسی عبارت از مجموعه تمام قواعد و طرز العمل هایی که مطابق به عملی های تحقیقات علمی چکار میشه و پیش برده میشه. تطبیق نمی قواعد و طرز العمل ها به ارتباط هر یک از دو ساحه عمده تحقیقات علمی، یعنی تحقیقات خالص که به نام پیور ریسرچ یاد میشه و تحقیقات تطبیقی که به نام اپلاید ریسرچ یاد میشه مد نظره و به عنوان اصول بنیادی تحقیق از چکار میشه؟ پیروی میشه. اینمی سلسله مراحل در ساحه تحقیقات تطبیقی که به صورت عموم فعالیت های تحقیقاتی در ساحه زراعت در شامل میشه عبارت از چیه؟ عبارت از اینمی که میگم عنوان تحقیقه، ارائه پلاوروم تحقیق، بررسی مطالعات گذشته یا همه پسمنظرهای علمیه، توزیع اهداف، ارائه فرضیه های، طرح روش تحقیق، جمع‌آوری معلومات علمیه، یعنی مشاهدات آزاد و مشاهدات کنترل شده و به همین ترتیب تحلیل معلومات جمع‌آوری شده، منابع استفاده شده و در نهایت ارائه نتایج به شکل یک راپورت. بعد اگر بسیار گذرا بخواییم ارتباط هر کدوم روشنی بندازیم، میتونیم بگیم که ارائه پرابلم تحقیق چی هست. زمان ما ارائه پرابلم تحقیق خواهد داشتیم که یک پرابلم تحقیق واقعا وجود داشته باشه به عنوان یک واقعیت در محیط. و بعد مورد بعدی، اما کسی که میخواید تحقیق را انجام بده بعد لیاقت و صلاحیت علمی در اون وجود داشته باشه و به اصطلاح که او آدم محقق بفهمه که ابعاد به اصطلاح پرابلم، جوانب پرابلم، مشخصات پرابلم چی ها هستن. دیگه موجودیت علاقمندی نزد محقق خیلی شرطه، یعنی خود محقق باید علاقمند باشه به اینکه چی انمی پرابلم تحقیق هست چکا کنه انجام بده، یعنی بلون یک تحقیق انجام بده. دیگه آیا شرایط و امکانات تکنیکی و اداری و محیطی برای حل این پرابلم مساعد هست یا نسبتی کاملا روشن میشه. و در نهایت محقق باید بفهمه و معلومات داشته باشه در مورد چی؟ در مورد ای که انمی پرابلمی که میخواست ردی برون یک تحقیق کار کنه در چوکات سوالات مطرح شده قبلا به اصطلاح انجام نشده، یعنی تکرار نیست به اصطلاح. بعد میگه مورد بعدی بررسی مطالعات گذشته یا مرور بر آثار که میگه. انمی مرور بر آثار ارتباط بین تحقیق فعلی و نتایج فعالیت‌های تحقیقاتی که در ساحه مربوطه پیشتر از این صورت گرفته برقرار می‌سازند ارتباطه و از تکرار زحمات و کارهای تحقیقاتی در یک ساحه مشخص هم چکار می‌کنه؟ جلوگیری به عمل می‌آید. و از طریق بررسی مطالعات و تحقیقات گذشته معلومات محقق در مورد پرابلم مورد بررسی بیشتر توسعه پیدا می‌کنه و امکان تشخیص اشتباهات و خلاهای کارهای گذشته مهیا میشه و در راه تکامل مطالعه مورد نظر کمک زیاده میکنه. و مورد سومی هم که سوابق علمی ساحه مربوط به تحقیق محققان را به درک وسیع‌تر موضوع تحقیق قادر میسازه، یعنی افق دید از نور در راه تشخیص پرابلم تحت مطالعه وسعت میشه. و بعد به ارتباط اهداف یا واضح ساختن اهداف، وقتی که به اصطلاح نشرات و معلومات سابقه بررسی شد، به اصطلاح این دیگه نوبت توزیع اهداف تحقیق به میان میآید و توزیع اهداف چیزی نیست مگر مسئولیت های پروژه تحقیقاتی به اصطلاح نظر به مشخصات و ابعاد جوانب قضیه در واقع روشن می سازه
شبکات ارزیابی فعالیت‌های تحقیقاتی و نتایج کار تحقیق را به وجود میاره. اهداف تحقیق معمولا به صورت فشرده در شبکات جملات ساده و عام فهم آماده میشه و در صورت لزوم نظر به بخش‌های فرعی پرابلم به شکل موجز و بسیار خلاصه لیست و یا ارائه میشه. و بعد میایم ارتباط ارائه فرضیه. فرضیه چیزی نیستن مگر یک سری جواب‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی که محقق قبل از جمع‌آوری معلومات یا در جریان کار مقدماتی تحقیق طرح و ارائه میکنه. نتیجه‌گیری‌های متذکره مبنی بر انعکاسات عمومی شواهد عینی و مطالعه سوابق در سایه مربوط موضوع تحقیق به میان میآید و منعکس جوابات قیاسی در برابر سوالات تحقیقاتی عمل تحقیقاتی چکا میکنه راهنمایی میکنه. ممکنه فرضیه ها به اصطلاح بعد از اینکه تحقیق انجام شد رد بشه و ممکنه قبول بشه. و بعد خود روش تحقیق، نوبت روش تحقیق هست که بعد ارائه بشه که در این روش میگه که در این طریق روش هایی که در جریان عمل تحقیق استفاده قرار میگیره ارائه بشه. توضیحات مربوط به معرفی روش کار تحقیق باید شامل جزئیات عمده تمام فعالیت های مربوط به پروژه تحقیق هست که از نگاه محتوا و معلومات این معلومات یک قابلیت داشته باشه که محقق دیگری همی تحقیق مطابق و متد معرفی شده در آینده تکرار و تحقیق نموده بتونه. اینمی به اصطلاح مسائلی که در اینجا میتونه مطرح باشه که عوامل یا متعویل های تحت مطالعه دیگر مدل سیهوی و تر تجربه مورد بعدی مسائل و مواد که در جمعواری معلومه مورد استفاده قرار میگره و نهایتاً طرز العمل تحقیق از نگاه عوامل زمانی و مکانی و گروه‌بندی متعویل ها و شکلات عمومی و فعالیت های مربوط به مطالعه متعویل ها در جریان اکمال کار تحقیق. دیگر مورد بعدی جمعواری معلومات علمیه که این مرحله در واقع خود جمعواری معلومات در واقع به اصطلاح معمولا جواباتیه که به صورت مشخص حقیقتی در واقع دست میاره. اینا از چی؟ از خود ابزرویشن یا از اجرای مشاهده میتونه به دست میاره. در این مرحله این اساس حقیقتی استعدادهای حسی و فکری محقق با استفاده از سامان و وسایل موجوده به کار میفته که حقایق مربوط به مشخصات و چگونگی پرابلم تحقیق احساس و درک میشه و از نگاه شکل بررسی و تحقیق مشاهدات در کل به دو گروه تقسیم میشه که یکی مشاهدات آزاده و دیگه مشاهدات کنترل شده. و بعد میان به ارتباط تحلیل معلومات. خود تحلیل معلومات هست که این مرحله در واقع به صورت عمده موضوع تعیین نوعیت معیار و سمت رابط بین دو یا چندین پدیده تحت بررسی در نظر میگیره. شرط عمده و اساسی ما قبل مرحله موجودیت معلومات کیفی و کمیه که به ارتباط ابعاد و جوانب پدیده مورد تحقیق از طریق مشاهدات و انجام تجارب حاصل میشه. این معلومات در حقیقت امر متعول‌های تحقیقاتی تشکیل میده. زمینه تطبیق روش‌های سریعی در تحلیل و استنتاج از معلومات مشکل وجود داره. اولا ما اندازه‌گیری مقایسه‌ای و ترتیبی داریم، مثل چی؟ مثل بزرگ بزرگتر، کوچک کوچکتر، گرم گرمتر، سرد سردتر و غیره. و به اون اندازه‌گیری کمی داره. در شکات واحدهای استاندارد را میشه مثل کیلوگرم و متر و لیتر و جریب و هکتار و آنسان. بعد میایم موضوع راپور تحقیق که موضوع آخری هست در واقع که در راپور تحقیق باید به صورت مسلسلوار عنوان تحقیق اونها محقق باید باشه. دیگه خود محقق باید تشکر و تمجیدی از کسایی که وجود مکدن داشته باشه. خلاصه و همون اصطلاح ابسترکت که میگیم فشرده مطلب باید باشه. بعدا شامل مقدمه میشه، شرح پرابلم میشه، گزارش مطالعات گذاشته میشه، توضیح اهداف، ارائه روش تحقیق، معرفی عوامل، معرفی یا طرح مدل تحقیق، معرفی مواد و اشیاء مورد استفاده، معرفی طرز العمل کار، تحلیل معلومات و تشریح نتایج و در نهایت هم لست چی؟ لست مآخذ منابع. این مروری بود در بخش‌های گذشته. حالا رسیدیم به فصل دوم، یعنی پخش دفعات. در واقع طبق عادی عبارت از چیه؟ عبارت از نشان دادن مشاهدات و افراد مورد مطالعه به صنف‌ها و یا گروه‌های مشابه، نظر به مشخصات مشترک همان صنف یا گروه. طبق بندی ارقام در مرحله اول معمولا شکل جدول به خود می‌گیره که در ایسایی به نام جدول پخش دفعات یاد میشه و بنای تحلیل ایسایی در واقع از همینجی تشکیل میده. و بعد میرسیم به جدول پخش دفعات. در جدول پخش دفعات ارقام تحت مطالعه به گروه های استنفاد
طبقه بندی بشن. ترتیب صنف ها را معمولا توسط قرار دادن صنف پایین معیار در قسمت فراخوانی جدول و متبقی صنوف نظر به بزرگی معیار صنف به ترتیب و تعقیب از هیچ کار میتونن نشان بدن. تعداد مشاهدات و افرادی که به هر صنف متعلق میشه به نام چی؟ به نام دفعات که به انگلیسی به نام فرکانسی یاد میشه، دفعات صنف یا فرکانسی صنف مربوطه یاد میشه که معمولا به مقابل هر صنف شکل یک ستون جداگانه چکار میشه نوشته میشه. ما اگر به اینجا یک مثال داشته باشیم، مثال خیلی جالبیه. مثلا گفته که شما فرض کنید که یک محقق با تعداد 625 بوته گندم چکار میتونه از نقاط مختلف یک مزرعه به خاطر مطالعه یک نوع حشره که بالای بوته گندم چسبیده و مزرعه گندم مورد علاقه قرار داده به دست میاره. محقق چکار میکنه؟ تعداد حشره را که بالای هر بوته چسبیده حساب میکنه و این بوته مثلا چند تا حشره هست، اینا را حساب میکنه که در نتیجه همه 625 بوته گندم که پیشتر گفته بودیم 25 بوته هیچ حشره در این وجود نداره، بدون حشره. بعد 50 بوته از این مصاب به حمله یک حشره، یعنی یک حشره در 50 تا بوته یک حشره دیده شده، هر کدوم از اون یک حشره. 75 بوته از اونا دارای دو حشره، یعنی برای کدوم از اونا دو حشره چیز بوده بوده. 100 بوته دارای سه حشره، برای کدوم اونا سه حشره چیز بوده بوده. 125 بوته دارای چهار حشره، هر کدوم از اینا چهار حشره داشتن. 100 بوته دیگه بعدی مثلا دارای 5 حشره، 75 بوته دارای 6 حشره، 50 بوته دارای 7 حشره و 25 بوته دارای 8 حشره. تشخیص دادیدن، یعنی شما یک حساب کنید که بوته ها از بوته هایی بوده که یک حشره نداشته، بوته هایی بوده که یک تا داشته، بوته هایی بوده که دو تا داشته، سه تا داشته، چهار تا داشته، پنج تا داشته، شش تا داشته، به اصطلاح 7 تا داشته و نهایتاً 8 تا. در آخرین 25 تا بوته میده که هر کدوم از اینا 8 حشره داشته. این مجموعه 625 بوته که اونا یک مثال به اصطلاح مثال ما مثال فرضیه که یک محقق میخواد چه کنه اینا رو به زیر تحقیق بستنه بگیره. بعد میان چکار میکنه؟ محقق یک جدول درست میکنه که به نام جدول طبقه بندی یاد میشه. جدول طبقه بندی، جدول اگر چی خود نگاه کنیم، جدول یک یا اول طبق مندی 625 بوته گندم و نظر به تعداد حشرات بالای هر بوته که همیتای گفته بودیم. مثلا ما اول داریم گروپ های تعداد حشرات داریم که هیچ حشره نیه، یعنی صفره، یکیه، دوتایه، صفتایه، چارتایه، پنجتایه، ششتایه، هفته، هشتایه و همیتای تیب دفعات، یعنی فرکانسی که گفته بودیم یا تعداد بوته های گندم که هسته. که مثلا همیتای که پیشتر هم گفته نیه 25 تا هیچ حشره نداشتم، 50 تا 1 تا عشره داشتن هر کدومی، 75 تا 2 تا عشره داشتن هر کدومی، 100 تا 3 تا عشره داشتن هر کدومی، 125 تا 4 تا عشره داشتن هر کدومی، 100 تا بعدی هر کدوم از بوته ها 5 تا عشره داشتن، 75 تا بعدی هر کدوم از بوته ها 6 تا عشره داشتن، 50 تا از بوته ها هر کدوم 7 تا عشره داشتن و 25 تا آخری هر کدوم از بوته ها 8 تا عشره داشتن. که اگه اینا رو همه 25 و 50 و 75 و 100 و 125 و 100 75 و 50 و 25 همه جمع کنیم، انموی 625 بوته ما در واقع که یک محقق زیر مطالعه گرفته بوده چکا میکنه؟ تشکیل میده یا میسه. بعد میام به جدول بعدی طبق بندی 625 بوته گندم نظر به تعداد حشرات بالای هر بوته ما چکا میکنیم؟ ما این حساب میکنیم، یعنی جدول بعدی ما در واقع جدول طبق بندی. خب در این جدول ما دو ستون داریم، یک ستون صنف‌های تعداد حشراته و دیگر فرکانسی و دفعاته، یعنی تعداد بوته های گندومه. بعد در صنف‌های تعداد حشرات ما میایم چکار میکنیم؟ صنف‌هایی که یعنی بوته هایی که هیچ حشره نداشتن، بوته هایی که یک تا حشره داشتن و بوته هایی که دو تا حشره داشتن، اینا به یک صنف میسازیم که مجموع از اینا میشه 150. مجموع از اینا چند تا میشه؟ 150. بعد میایم به اصطلاح بوته هایی که 3 تا حشره داشتن، بوته هایی که 4 تا حشره داشتن و بوته هایی که کلا 5 تا حشره داشتن، اینا رو داخل یک سنت جابجا میکنیم که مجموع از اینا میشه 325. و بعد مورد بعدی، سنت بعدی ما بوته هایی که 6 تا حشره داشتن، بوته هایی که 7 تا حشره داشتن، بوته هایی که 8 تا حشره داشتن، اینا رو داخل یک سنت جابجا میکنیم که مجموع همه بوته ها میشه 150.
باز هم دوباره که 150 و 325 و 150 بعدی در واقع جمع بکنیم، باز هم همون 625 مجموعه بوتا ما در واقع به دست میده. پس در اینجا ما چند صفت داریم؟ ما اینجا 3 صفت داریم. سه شد، دو صفت ما 3 شد که به هر به اصطلاح کتگوری ها طوریه که به هر صفت ما به اصطلاح 3 کتگوری، کتگوری اول ما 0، 1، 2، کتگوری 2 ما 3، 4، 5، کتگوری 3 ما 6، 7، 8 در واقع اینا جا بجا شدن و ترتیب شدن که اینجا به اصطلاح به نام جدول طبقه بندی میگیم ما بسیم. بعد میان اکثر اصطلاحات ما باید به اینجا در نظر یاد بگیریم، اولا یاد بگیریم که بعد اصطلاحات به درد ما میخور. اولا ما باید حدود سمتی رو بشناسیم که به انگلیسی به نام کلاس لیمیت میگه. حدود سمتی چی هست؟ ارقام یا اعداد که در شروع و ختم سمت قرار داده میشه به نام حدود سمتی یاد میشه، اول سمت و آخر سمت. به طور مثال در جدول دو حد به پایین سمت اول صفره، همون سمت اول گفتونه که صفر و اینه که به اصطلاح گفتیم بگیم که تعداد بوتایی که یک عشره نداشتن که صفر بود، تعداد بوتایی که یک عشره داشتن، تعداد بوتایی که دو عشره داشتن. پس بنابراین به اصطلاح در جدول دو ما در واقع حد پایین صنف اول صفره که یک عشره نبوده همون بوتا، و حد بالای دویه، یک هم خوب به داخل نه هسته باشن دیگه، یعنی حد پایین صفر و حد بالای دویه. در صنف دوم حد پایین سه همین رقم که توضیح دادیم و حد بالای پنج، یعنی چهار هم که به خلال ما هست. و در صنف سوم به باز هم به ترتیب حد پایینی در واقع شیشه و حد بالای هشته، یعنی هفت هم که در فراز اینا یا به جای و هست. حال میان سرحدات صنفی که به انگلیسی نام کلاس باندرز میگه این میخواییم بفاهم بشنسیم. هر سن باز هم امیده که دو حدش دو سرحد هم داره، دارای دو سرحد میباشه، سرحد پایینی و سرحد بالایی. اینمی سرحد چرا محاسبه میشه؟ محاسبه سرحد سمتی از طریق گرفتن اوسط حد بالایی یک سنت و حد پایینی سنت مبادی صورت میگه. پس به اینجا ما یک سنت قبلی و سنت بعدی در نظر میگیریم. اوسط حد بالایی سنت قبلی و حد پایینی سنت بعدی در واقع وقتی اوسط از اینا رو بگیریم، اینجا با سرحد به اصطلاح ما میتونیم بلسته. و بعد مورد بعدی عرض سمتی هست. عرض سمتی چیه؟ عرض سمتی وقت از فرق بین سرحد بالایی و پایینی باشه، یعنی وقتی که ما سرحد پیدا کردیم از سرحد بالایی سرحد پایینی کامی کنیم تفریق میکنیم، یعنی تفاوت از این میسنجیم، در واقع اینجا میشه عرض سمتی. مثلا چی؟ مثلا در جدول دو عرض سمتی مساوی به 3 که از طریق تفریق هر دو سرحد به سنوس جدول مسلول به دست میاد. اگر دقت کنین شما به این عملی را انجام بدین میبینین که بله امو جواب ما 3 میشه در واقع. و بعد میام آخرین مورد یا چهارمین مورد وسط سمتیه. وسط سمتی چیه؟ باید از نقطه وسط یا مرکز هر صف میباشه. عدد وسط سنوس در موارد ضرورت من حیث نماینده سمت مربوط در عملی های تحلیل و تجزیه و علامات احصائیه مورد استفاده قرار می گیره. محاسبه وسط سمتی از طریق جمع نمودن چی؟ ما میخواییم وسط سمتی پیدا کنیم. وقتی میتونیم پیدا کرده که حدود بالایی و پایینی با هم دیگه جمع میکنیم و تقسیم بر دو میکنیم دیگه. بنابراین وسط سمتی یا وسط سمتی ما به دست میاییم که از وسط سمتی در محاسبات خود ما ممکنه که بیشتر هم استفاده کنیم. و بعد بیاییم که فرق بین طبقه بندی کمی و طبقه بندی کیفی هم اینجا بفهمیم که طبقه بندی کمی چیه و طبقه بندی کیفی چیه. طبقه بندی کمی باید از آن نوع طبقه بندیه که افراد یا مشاهدات به اساس مشخصات کمی قابل محاسبه و اندازه‌گیری به گروپ ها یا طبقات تقسیم میشن. مثلا طبقه بندی محصلین پوانتون به اساس بلندی قد، طبقه بندی زمین به اساس مقدار مواد غذایی، مثال هایی که آماده به شما مواد غذایی نباتات در خاک، طبقه بندی گوای شیری به اساس مقدار تولید شیر، طبقه بندی نفوس به اساس عمر، مثال هایی هستن از طبقه بندی کمی که نمایندگی از طبقه بندی کمی میکنن. نمونه یعنی نوع طبقه بندی در جدول سی
که نفوس سال 1354 افغانستان به اساس عمر نشان میده، در واقع شما مشاهده کرده میتونید. و بعد میایین طبق بندی کیفی. اینا طبق بندی به نام مشخصات صورت میگیره که جنبه معمولا کیفی داره، ابسط کمی اندازه گیری شده نمیتونه. یعنی به حساب گفته میتونیم که وجود خارجی نداره، قابل لمس نیه. مثلا طبق بندی گوسفندها به اساس نسل، آیا نسل ما میتونیم مثلا لمس کنیم که شماره کنیم و ده کنیم و فلان کنیم؟ یا طبق بندی گلها به اساس رنگ، خود رنگ در واقع یک مشخصه، یک صفت هست. طبق بندی زمین های زراعتی به اساس نوع استعمال، طبق بندی نفوس که به اساس مرد و زن، در واقع اینا مرد و زن بودن، اینا خود از اینا یک شاخصه هست، یک صفت هست. مثلا بالغ بودن یا طفل یا مجرد یا متأهل یا سالم یا مریض و امثاله. از این نوع طبق بندی کیفی میتونه باشه. یک جدول هم، جدول چهار، ما به اصطلاح برمی میخواهی که نشان بده طبق بندی ساحه زمین های الکشهر افغانستان در سال 1348 به تفریق استفاده موسمی نشان بده. یک مثالی از نوع طبق بندی کیفی میباشه. خب محسنین عزیز، درس جلسه امروز ما با همین چه خاتمه پیدا کرد و امیدوارم که انشالله تا جلسه بعدی خداوند جل جلاله همه ما شما از گزند همه حوادث، به خصوص این ویروس خطرناک کرونا، ما انشالله در حفظ امات خاص خود خود نگه داره و بهی نستقیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.